من رئیس کمیته بین المللی نمایندگان برای ایران آزاد در سخنرانی خود گفت سال جدید ایرانی جهشی بسیار امیدوار کننده به سوی پایان دادن به رژیم وحشی را به همراه دارد که ایران را به معنای واقعی کلمه به زندانی برای شهروندان خود تبدیل کرده و اکنون امنیت انگلستان و شهروندانش را تهدید می کند و این یکی از دلایلی است که ما بر اساس آن از دولت و بخش‌های مختلف دولتی می‌پرسیم که چرا سپاه پاسداران باید به طور کامل در لیست سیاه قرار داده شود. این تصمیم مدت‌ها به تعویق افتاده است. It's not a happy Nowruz. It's an unhappy Nowruz because of the attitude and actions of the regime and the brutal repression that the people of Iran suffer. So clearly we send our support and wish a happy Nowruz to the brave resistance fighters in Iran. We can say that Nowruz in the near future will be celebrated in a free and democratic Iran in Tehran. Thank you, ladies and gentlemen. What we have particularly in common at this time is a support for those fighting injustice anywhere. لورد سینگ در سخنان کوتاه خود گفت دوستان، خانم رجوی و همه کسانی که از این حرکت شگفت‌انگیز برای مردم ایران حمایت می‌کنند، به شما درود می‌فرستم. شایسته است که نوروز سال نو را جشن بگیریم. الان سیک‌ها و ایرانی‌ها اشتراکات زیادی دارند. حتی کلمه نوروز، روز نو، آنجاست و بسیاری از کتاب‌های مقدس مذهبی ما به فارسی نوشته شده است. بنابراین ما وجوه مشترک زیادی داریم. اما آنچه در این زمان به ویژه مشترک است، حمایت از کسانی است که در هر کجا با بی‌عدالتی مبارزه می‌کنند. و من تا به حال ندیدم که مردم شجاعی مانند انسان‌های مقاومت ایران اینطور با بی‌عدالتی مبارزه کنند. نه تنها علیه حکومت آیت الله، بلکه علیه حکومت قبلی شاه و علیه هر نوع بی‌عدالتی اعتراض کنند. می‌خواهم تحسین خود را از طرح 10 ماده‌ای خانم رجوی ابراز کنم. این طرحی برای عدالت و دموکراسی در هر جا و همه جا خواهد بود. بنابراین من مشتاقانه منتظر نوروز هستم. روز نو، بهار جدید، زمانی که طرح 10 ماده‌ای در ایران آزاد و دموکراتیک اجرا شود. So I look forward to Nowruz, the new day, the new spring, when that rule, that 10-point plan is implemented in a free and democratic Iran. Thank you very much. Hi everybody. My name's Teresa Villiers. I am member of parliament for Teresa Villiers, وزیر محیط زیست انگلستان 2020 در قسمتی از سخنان خود گفت همه ما می‌دانیم که قیام اخیر عمدتاً توسط زنان رهبری شد. زیرا می‌گفتند این غیر قابل تحمل است و خشونت و وحشت را نمی‌پذیرند. این برای من یک افتخار است که بخشی از کمیته بریتانیا برای آزادی ایران باشم. من بسیار خوشحالم که آنها مانند هر سال میزبان این رویداد هستند. امیدوارم روزی به زودی ایجاد یک جمهوری دموکراتیک و مبتنی بر جدایی دین و دولت برای ایران را جشن بگیریم. من فکر می کنم طرح 10 ماده‌ای ارائه شده توسط شورای ملی مقاومت طرحی عالی برای جامعه ای است که برای برابری ارزش قائل است و ایران را به سوی آینده ای بهتر پیش می برد. آینده ای آزاد، دموکراتیک که ایران را به خانواده ملت ها باز می گرداند و آزادی و فرصت‌هایی را برای مردمش فراهم می‌کند که آنها به شدت به آن نیاز دارند.
نوروز به همه شما مبارک. A great blueprint for a society which values equality and takes Iran forward to a better future, a future which is free, which is democratic, and which brings Iran back into the family of nations and provides its people with the freedom and the opportunities that they so desperately want. Happy Nowruz, everyone. Thank you very much for your invitation to this particular event. Nowruz is a very special day in the lives of all Iranians. It's a new year, and my greetings to you all for a very happy, successful years to come and future years. لرد دالاکیا در سخنان خود در این مراسم بر نقش زنان در قیام ایران تأکید کرد و گفت: من می‌خواهم به مردم ایران تبریک بگویم، زیرا انقلاب توسط زنان در ایران رهبری شده است. در یک دموکراسی آنها باید در زندگی خاص خود از آزادی برخوردار باشند. با وجود سرکوبی که بر این زنان اعمال می‌شود، آنها ساکت نمی‌نشینند و به مبارزه خود ادامه می‌دهند. تنها چیزی که می‌خواهم به شما بگویم این است که حمایت من از مردم ایران و خانم رجوی ادامه خواهد داشت. و همچنین می توانم بگویم که بزرگترین آرزوی من این است که امیدوارم زمانی که ایران به آزادی لازم دست یابد آنجا باشم و بتوانم به تهران سفر کنم و پرچم ایران را برای یک دموکراسی واقعی و مناسب تکان دهم. پس واقعا از شما متشکرم. I want to congratulate people in Iran because that revolution now has been led to a great extent by women in Iran about how they should dress, how they should behave, etc. In a democracy, they must have a freedom in their particular life to go about the way they want to. And despite the suppression, all I want to say to you is that my support will continue to remain with Iranian people, with Mrs. Rajavi and the support that she gets throughout the world. And also to be able to say that my greatest dream is that I hope I'm there when Iran gets that freedom that is necessary, that I can travel to Tehran and raise the Iranian flag as a means of a true and proper democracy. So thank you very much indeed. Well, friends, ladies and gentlemen. Lord David Dalton ضمن استقبال از گزارش کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد از دولت انگلستان خواست تا از این کمیسیون با هدف محاکمه و مجازات مسئولین جنایات حمایت کند. لرد دالتون در سخنان خود گفت: ما می‌دانیم که آخرین قیام برای یک جمهوری آزاد و دموکراتیک در ایران که در اواخر سپتامبر 2022 آغاز شد، بسیار زنده و رو به جلو است. همانطور که دوباره در تحریم گسترده انتخابات ساختگی اخیر رژیم بیان شد. بنابراین انگلستان باید اطمینان حاصل کند که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در نشست خود در اواخر ماه جاری هم مأموریت گزارشگری ویژه سازمان ملل در مورد ایران و هم مأموریت حقیقت‌یاب را که سال گذشته برای تحقیق درباره جنایات گزارش شده توسط ایران آغاز شد در اولویت قرار دهد. ما باید به مردم ایران و دوستان و متحدانمان در شورای ملی مقاومت نشان دهیم که انگلستان در کنار آنها برای بهار ایرانی در سال آینده ایران می ایستد. We know that the latest uprising for a free and democratic republic in Iran that began in late September 2022 is very much alive and moving forward as expressed again in the massive boycott of the regime's recent sham elections. So the UK must make it a priority to make sure that the United Nations Human Rights Council...